به نام خداوند یکتا و درود بر شما به محور خوش آمدید. شرکت کنندگان نشست اتحادیه اروپا آسیای مرکزی در بیانیه مشترک اوضاع در افغانستان را نگران کننده خواندند. دو به توسعه و ثبات در کشور تاکید کردند. رئیس شورای اروپا در این نشست خواهان حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر به ویژه حق آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان شده. همزمان با این رئیس جمهوری تاجیکستان ادعا کرده که شمال افغانستان به ویژه به مرکز پرورش حراس افغانان مبدل شده. اما امارت اسلامی نگرانی های امنیتی کشورهای همسایه و منطقه را در افغانستان به بنیاد میخواند. شرکت کنندگان دومین نشست اتحادیه اروپا آسیای مرکزی در قرقیزستان در بیانیه مشترک بر افغانستان امن، صلح‌آمیز و باثبات تاکید کردند. رئیس شورای اروپا در یک نشست خبری در قرقیزستان خواهان ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و حقوق بنیادی زنان و دختران در افغانستان شده است. در آسیای مرکزی ما با تهدیدات از ناحیه افغانستان روبرو هستیم. در این زمینه ما نگرانی های خود را همواره به اشتراک گذاشتیم و همچنان برای ما مهم است که افغانستان یک کشور باثبات، صلح‌آمیز باشد و یک دولت فراگیر که حقوق بشر را تضمین میکند داشته باشد. رئیس جمهور قرقیزستان اما برای حل موضوع آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده است. ما با نگرانی جامعه جهانی در مورد نقض حقوق زنان برای تحصیل و کار در افغانستان شریک هستیم. جمهوری قرقیزستان در جریان تماس‌های دو جانبه با نمایندگان مقام‌های فعلی در افغانستان و به عنوان بخشی از مشارکت در رویدادها در مکان‌های بین‌المللی به حق زنان افغان برای تحصیل و کار بر اساس درک از دین اسلام و شریعت تاکید کرده است. از سوی هم مسئله حراس افغانی و تهدیدهای برخواسته از خاک افغانستان نگرانی مشترک شرکت کنندگان این نشست بود. ما لازم می دانیم که اقدامات فوری برای تقویت مرز با افغانستان اتخاذ شود. قلمرو افغانستان به ویژه ولایت های شمالی و شمال شرقی آن به محل پرورش حراس افغانی بین المللی تبدیل شده است. تاجیکستان هم میخواهد مثل پاکستان واره یک مقدار پول را از جامعه جهانی به خاطر تحکیمات سرحدات خود جمع بکنه. قزاقستان высоко ценит поддержку. توسعه پایدار و مشارکت چند جانبه ما با اتحادیه اروپا مستقیما به امنیت و ثبات در منطقه از جمله وضعیت افغانستان بستگی دارد. امارت اسلامی اما میگوید که خاک افغانستان بر هیچ کشور تهدید نیست و مسائل حقوق بشری و ساختار نظام از موضوعات داخلی کشورند که در چارچوب شریعت و ارزش‌های اسلامی تامین شده اند. ساختار نظام و مسائل دیگر که شما یادآور شدید مواردی هستند که مربوط به مردم افغانستان است و امارت اسلامی در چوکات منافع اولیای کشور خود و در بعد نظر داشت ارزش‌های اسلامی خود تصمیم می‌گیرد. در سوی دیگر برخی از شرکت کنندگان این نشست از جامعه جهانی خواستند که میزان کمک هایشان را به مردم افغانستان کاهش ندهند. مشکل افغانستان در کانون توجه ما قرار دارد. متاسفانه وضعیت بشردوستانه در افغانستان به سرعت رو به وخامت است. ما از شرکای خود می خواهیم که حجم کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان را کاهش ندهند. شرکت کنندگان بر ادامه نشست اتحادیه اروپا آسیای مرکزی در چارچوب گفتگوهای سیاسی و امنیتی و همچنین نشست نمایندگان ویژه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا برای افغانستان تاکید کردند. همراه هستیم با مهمانان برنامه تا بیشتر روی همه این موارد بحث بکنیم. آقایان فضل رحمان اوریا و سخی وحدت آگاهان امور سیاسی اینجا در استودیو و همینطور هم آقای محمد علی رضوانی آگاه روابط بین الملل از طریق اسکایپ وصل هستند. هر سه مهمان گرامی را به بس خوش آمدید میگم. بسیار خوش آمدید مهمانان گرامی. آقای اوریا اگر با شما آغاز بکنیم. رئیس جمهوری تاجیکستان ادعا میکنه که ولایت های شمال و شمال شرقی افغانستان به محل پرورش حراس افغانی مبدل شده. از روی چی و به چه هدفی یک چنین اظهارات را مطرح میکنه؟ بخاطر چی چنین حرفی را زدن و از اتحادیه اروپا خواستن که اینا را کمک بکنه؟ برای چی؟ یعنی اتحادیه اروپا باید به اینا پول بده که سرحدات خود مستحکم بکنه. چیزی که باید عرض کرد که مشکل را که رحمانوب بیان میکنه مشکل است که توسط بادارای رحمانوب ایجاد شده. زمانی که افغانستان تحت اشغال امریکا بوده، در اینجا افغانستان مقام درجه اوله در تولید، کشت و قاچاق مواد مخدر قرار داشت. برای دولت کنونی چنین یک افغانستان به میراث مانده و او وقت 4 میلیون انسان، 4 میلیون افغان، در حدود 4 میلیون افغان معتاد بودند و همین تاجیکستانی ها به شمول رحمانوب به شکل سیستماتیک
شبکه‌های قاچاق رهبری میکرد تا به روسیه، تا به ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و اروپا. امیالی تقریبا اکثر اراکین حکومت تاجیکستان در قاچاق مواد مخدر نقش داره، دست داره. افغان ها خود نمیتونه که قاچاق مواد مخدر تاجیکستان ببره و باز ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان و روسیه و اروپا. این خود تاجیکان میکنه و نیروهای نظامی تاجیکستان که در سرحد هستند همشان در قاچاق مواد مخدر دخیل هستند و به نحو از آنها جزی از مافیای مواد مخدر شمرده میشه. مگر تدابیری را که در شرایط کنونی حکومت افغانستان گرفته فوق العاده معتادین کاهش پیدا کرده، در روی بازار وجود نداره و با گذشت هر روز کش، تولید و قاچاق مواد مخدر کاهش پیدا میکنه. پس در شرایط کنونی تاجیکستان فقط به دنبال این است که به دنبال منابع مالی است که از کشورها بگیره و مرز خودشان را تقویت کنه. کسایی که اگر میخواید اروپا اگر میخواید که کشت مواد مخدر از افغانستان نابود شد، بفرمایید کمک بکنه. کشورهای آسیای مرکزی به حکومت افغانستان کمک بکنه تا بدیل ساخته شود، دیاقین افغانستان کمک شود تا کاملا این پدیدی منحوس کاملا نابود شود و در جهت نابودیش حکومت افغانستان فرمان را هم نافذ کرده و گام های را بر می داره. اما میایم سر تروریست ها. تقریبا از 40 سال به این طرف به شکل سیستماتیک و منظم از تاجیکستان تروریست ها وارد افغانستان میشه و این تاجیکستان هستند که چند سال قبل و حال امو کولابی ها را در امونجا می بردن، تربیه می کردن، ترن می کردن جهت ترور و انفجار با افغانستان رو می کنن. از گروه های حراس افغان چی است؟ ترور برز می کنی. چیزی که رحمانوب هست، رحمانوب می گن. یعنی تروریسم به شکل سیستماتیک از تاجیکستان با افغانستان صادر شده. برای چی؟ بله. برای چی؟ برای کشتن انسان ها، برای ویران کردن افغانستان و دوباره. برنامه کی بوده میگن؟ برنامه تاجیکستان و متحدینش. متحدینش کی است؟ متحدینش فرانسه و کشورهای دیگری آمریکا. روسیه مگر اینجا نقش نداره؟ برز بکنیم. طبیعتا ایران نقش داره. ایران دخیل است در این ترور و انفجار و وحشتی که از تاجیکستان صادر میشه. متحد استراتژیک نزدیک تاجیکستان روسیه است نسبت به همه کشورهای دیگر. خب در هیچ شکی نیست. اما در اینجا بیشتر فرانسه و ایران و امو یهودی برنادو دخیل است و امی یهودی است که امی ترور و این پجار و ایگپار از تاجیکستان علیه افغانستان رهبری و مدیریت میکنه. آقای اوریابس، مهم است یک چنین چیزی را که حالا رئیس جمهوری تاجیکستان گفته بود چند پیش روسیه هم گفته بود. روسیه، وزیر خارجه روسیه چی گفت؟ پاولو وزیر خارجه روسیه گفت داعش و تمام گروه های تروریستی که علیه دولت افغانستان فعالیت میکنه تحت مدیریت امریکا قرار داره و امریکا او را حمایت میکنه. پس این نگرانی و حتی گفت که در شمال افغانستان جا گرفتن. خب هر چی که است تحت مدیریت امریکا هست، داشته باشه امارات اسلامی یا نه، تحت مدیریت امریکا هست و امریکا اونا را حمایت میکنه. پس این نگرانی مشترک افغانستان و نگرانی مشترک کشورهای آسیای مرکزی هستند و علت این نگرانی ها مداخله استعمارگونه امریکاست در امور داخلی افغانستان. بسیار تشکر. ممنون. آقای وحدت، شما چطور میبینین به این اظهارات رئیس جمهوری تاجیکستان؟ چیز تازه هم نیست، کشورهای دیگر هم این نگرانی ها را پیوست مطرح کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاست قدرمون و میلمنوتا در افغانستان ما عزیز ولستا گوری قدغه کشورونه د دې پرځای چې د افغانستان پر مسایل باندې بحث وکي او انتقاد وکي او لا د مایوسی پزا خپره کې او ډیرې کې د افغانانو هغه هیلې لا ورمړي کي که د دې پر ځای باندې د افغانستان و باتی ته و جوړېدو ته او د تعامل لارې خپله کړې ممکن ده ډېره مؤثره تمام سوي. تاسې وګورئ دا تقریبا په یو جهت باندې دومه ناسته وه، په بل جهت باندې څلورمه ناسته وه چې بې نتیجه سره دا دونه مصارف د دې کنفرانس پر سر باندې نو نتیجه هم آخر نه معلومیږي. ګورئ اوس آسیا تقریبا
د جهان د محوریت نقش لري په اصطلاح باندې پوکس اکثریت نفوس او اکثریت غټ قدرتونه راتلونکي غټ قطبونه د سیاسي پورته کیږي بنان غربیان کوشش کوي چې په نحو ده مهار کی او په څنګ کې د امام علي رحمانوف خبري غوري تاسې خپل امام علي رحمانوف ورزیابي هغه د سړی دی چې همیشه فکری ثبات نه لري یو معتاد سړی دی یو عیاش سړی دی او د نن په حکومت کې د تاجکستان وګوري چې دا دوه کال کې د تاجکستان پر ولس در یک نشست این چنینی و او هم رئیس جمهور یک کشور درباره یک کشور وقتی حرف میزنه ناسنجیده است. بله بالکل ناسنجیده ده. در سو حملی چی پا قابل که کیشی ده دی وگری ده کم زایدی آیا ده تاجکستان دی کنی دی شناخت کارتونی ورسر راوتیل دی که آیا گور مفت دی حق نلرو چی تاجکستان تا ده یو همسایا پسیپت بنیز ما سر ورورولی که دشمنی که ګوري که ته د دې فکر لرې چې د میاشتې 500 میلیونه 600 میلیونه لکه د پاکستان پروژې چې یو وخت افغانستان د حکومت په مقابل کې څه د خلکیانو په مقابل کې څه د جمهوریت په مقابل کې خلک جنګول پروژې اخیستلې که ته دا نیت لرې زه فکر نه کوم چې دا به ستا هېواد ته ستا د ولس و ارمانونو ته و راتلونکو ته ګټه وکړي په څه خاطر باندې ته که په خپل هېواد کې پر تجارت اقتصاد او فرهنګ او سیاست باندې کار وکړي ممکن دی د امریکا او د اروپایانو تر کومکونه لاس چنده ډیری پیدا کړي یعنی ګوري دا ډیر یو ناقص عقل دی چې د اروپایانو د پیسو په خاطر باندې ګوري دا اوس عملا داسې معلوماتونه شته چې د بدخشان د درواز آ طرف ته د بدخشان د تاجکستان د بدخشان د درواز پیسې کې څو قرارګای وي د افغانستان د مخالفینو ولاسته ورکړي دي زمینه چا برابره کړې ده ایا تاجکستان نه ده برابر کړی د تاجکستان په خاور کې که تاجکستان دای دغه چیز درک نه لرم یانسته مستند ریپورتونه است د ګوري د زموږ افغانانی وړي دي په خپل غرونه کې ځای ورکړي دي سلای په لاس ورکړي دي چې تاسو د خپل رونو سره وجنګیف موږ نن تر نه نه پورې موږ پونس چې موږ دوست څوک دی موږ دشمن څوک دی هغه ورونه چې هلته په هغو غرو کې دي هغه هم د دې وطن بچیان دي اما تر یو ځایه پورې نن خطاوتلي دي بنان لازمه څه شي ده چې د افغانستان حکومت خصوصا د منطقي او د هیوادونو ولوبو ته متوجه وسي دا ناستې بې ادبه نه دي سوي دا ناستې طبعا نورې ناستې لري نور مسایل لري نور کوچني نور مسایل سره جمع مسایل دیگر شکر اجازه بدین از آقای رضوانی هم بپرسم آقای رضوانی سلام به شما بسیار خوش آمدین آیا فکر میکنین همسایه های افغانستان به جامعه جهانی میخواهد بفهمانه که افغانستان تهدید است و پناهگاه امن حراس افغانان شده و اگر یک چنین برنامه داشته باشد و دنبال چیست و چی را میخواه ثابت بکنه با یک چنین اظهارات و موقف گیری ها؟ سلام به خدمت شما و همچنان مهمانان دیگه ای که در برنامه هست و بینندگان تلویزیون طلوع. بحث مسئله نگرانی از داخل افغانستان بحثی امروز نیست، از تقریبا از ابتدای به وجود آمدن طالبان در افغانستان نگرانی های از داخل افغانستان نسبت به کشورهای همسایه افغانستان بارها و بارها از طریق مقامات مختلف منطقه‌ای و جهانی ابراز شده. این قضیه در کنفرانس های مختلف از بشکک بگیر تا تاشکند و تا اسلام آباد و تهران و دهلینه و بارها ابراز شده و گفته شده و اظهار نگرانی شده. بله. مهم مسئله پیچیده وقتی میشه در زمان میشه که از سوی هم مطلقا این گزارش ها از سوی حاکمیت طالبا و طالبا در افغانستان مطلق انکار میشه و میگه که اصولا چنین چیزی وجود نداره، چنین حراس افغانی در داخل افغانستان وجود نداره، هیچ نیروی در واقع در افغانستان وجود نداره که علیه این کشورها فعالیت بکنه و این در زمان است که هر از گاهی گزارش های در همین نهادهای رسمی حکومت فعلی افغانستان گزارش ها بیرون میاد که فلان رهبر داعش و فلان رهبر تروریست در فلان جا کشته شد و این یک مقدار مسئله را پیچیده و بغرنج میکنه. ببینید شما افغانستان 6 تا چی داره؟ همسایه داره که در این 6 تا همسایه فقط با 2 تا همسایه افغانستان هنوز مشکل و درگیری داره، چی به صورت مستقیم یا به گروه ها و فعالیت های هدفتان از پاکستان و ایران است آقای رضوانی؟ طبعاً
اینجا ایران هست، پاکستان و هست، و اینجا هم دیدمش آقای رضوانی که دیدگاه ها هم نسبت به تروریسم و هراس افغانی در افغانستان متفاوت است. اگر ما به ایران نگاه بکنیم، ایران در تبانی یا هم ظاهرا همسو با روسیه میگه داعش در افغانستان از سوی آمریکایی ها حمایت میشه، از طرف دیگه پاکستانی ها به این باور است که تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان پناه گرفته، اونها نگرانی هایشان از تحریک طالبان پاکستانی است. این همه موارد که دیده میشه و از سوی همه کشورهای آسیای مرکزی و آسیای میانه مثل تاجیکستان، اینها از تروریسم حرف نام میبرن که گروه های مختلف را میگن در افغانستان هستن که امارات اسلامی او را رد میکنه. وقتی سبک سنگین شد و هر کس یک چیزی داره، طبیعی ما بسیار یک امر طبیعی هست. میخواستم اتفاقا به این مسئله هم بپردازم. مسئله تروریسم بدون شک یک مسئله است که هر کشوری از دیدگاه و عینک منافع ملی خود به او قضیه نگاه میکنه. و این که تروریست در افغانستان و تروریست ها در واقع در افغانستان یک پروسه یا پروژه است از سوی کی و چی کسانی، این بحث بسیار پیچیده هست و ما اصلا بحث در این مسئله ما بیشتر توجه نمیکنم. بحث در این میکنم که ما پروژه تروریسم در افغانستان چی یک پروژه آمریکایی و انگلیسی بدانیم، چی یک پروژه روسی و چینی بدانیم، چی یک پروژه ایرانی و پاکستانی بدانیم، به هر صورت آنچه که مهم این است که این پروژه در میدان به نام افغانستان داره اجرا میشه. این چیزی که خیلی مهم این است. بنابراین هر کشوری امروز ایرانی ها از جدای طلبه هایی که چی در شمال در جنوب ایران به بلوچستانی ها بسیار اظهار نگرانی میکنه، پاکستانی ها همچنین از طالبای پاکستان اظهار نگرانی داره، کشورهای آسیایی میانه هم نگرانی های خاص خودش داره. اون چی که مهم این است که ببینیم ما در داخل افغانستان با عنوان یک نظامی که حاکم در یک کشور در یک واحد جغرافیایی و مسئولیت میپذیره، این مسئله با قبول نکردن و رد کردن همه گزارش ها و بطلان گذاشتن روی همه حرف ها چیز را حل نمی کنه. مشکل این است و چیزی که مهم است، آقای رضوانی، امارت اسلامی تا اینجای کار میگه که هیچ گروه هراس افغان در افغانستان فعال نیست، تنها داعش فعالیت های اندکی داره که میگن سرکوب شده و سرکوب میشه، ولی نگفتن که اینها از کجا حمایت میشه، یا ممکن این را دریافت نکرده باشه که اگر داعش در افغانستان باشه و این عملیات انجام میده بعد دستوری کی و با چه هدفی و پروژه کجاست، همونطور که شما از پروژه یاد میکنین. طبیعی من بخیر این چیزی که مهم این است که باید حاکمی حکومت طالبا به ریشه های این قضیه پی ببره و او را تحقیق بکنه و با کشورهایی که نگرانی داره در این قسمت، ببینید چی پاکستان، چی ایران، چی تاجکستان، چی ازبکستان، چی ترکمنستان، چی هر کشور دیگر در همسایه های افغانستان نگرانی داره. این نگرانی را ما با این کار به هیچ عنوان نمیتونیم حل بکنیم. یعنی اونچرا که ما تاکنون از مسئولین حکومت طالبا در قضایای مربوط به تروریسم و مشکلات تروریسم در داخل افغانستان شنیدیم، مسئله این است که اینا میگه به هیچ عنوان هیچ مشکلی وجود نداره. اگر چنین مشکلی وجود نداره، ما فرض کنیم که بگیم تاجیکستان رئیس جمهورش مریضه یا معتاده یا هر مشکلی دیگه داره، اما آیا اتحادیه اروپا، سازمان ملل، شورای امنیت، کشورهای مشترک المنافع، کشورهای شانگهای، عضو شانگهای، همه آیا معتادن، آیا مریض هستند که به این مسئله میپردازن و اظهار نگرانی میکنن؟ بسیار تشکر. آیا مشکلات، آیا مشکلاتی که ما عملا داریم امروز با ایران داریم، با پاکستان داریم، با ازبکستان داریم، با تاجیکستان، همه اینا همه آیا خیال است، افواه هست؟ من فکر میکنم قطعا با این منطق نمیشه مسئله را حل. بسیار تشکر، ممنون شما آقای اوریام. طوری که آقای رضوانی هم اشاره کرد، این تنها تاجیکستان است، کشورهای دیگر هم از هراس افغانی در افغانستان سخن میزنن. یک چیزی که تازه وزیر داخله پاکستان گفته در گفتگوی با یک رسانه، گفته که امارات اسلامی به اینها گفته که طالبان پاکستانی را از ساحه دیورند دور می‌سازد و به مناطق دیگر از افغانستان می‌فرسته. این در حالی است که وزیر داخله پاکستان چند پیش ادعا کرده بود، گفت که میگفت نزدیک به 5000 جنگجوی تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان پناه گرفته. نگرانی تنها از سوی تاجیکستان مطرح نمیشه، هر کشوری که مطرح میکنه فکر میکنیم افغانستان در جغرافیای قرار داره
در منطقه قرار داره که کشورهای اطراف ما کلش بی‌ثبات است، با شمول پاکستان. پاکستان در عمیق‌ترین بحران سیاسی، اقتصادی و امنیتی دست و پا میزنه و هر روز با گذشت هر روز بحران عمیق‌تر میشن. تی تی پی برای خودش یک حکومت موازی در پاکستان جور کرده، وزیر معرف داره، وزیر دفاع داره، وزیر داخله داره، ولسوال داره، والی داره. جغرافیا هم داره متوری. جغرافیا طبیعتاً جغرافیا داره، وقتی که وزیر داره، والی داره، ولسوال داره، جغرافیا هم داره، قوماندان امنیه داره، قاضی داره، چارنوال داره، جغرافیا هم داره و حاکمیت هم داره. پس این مشکل متعلق به افغانستان نیست. با تاریخ 9 می در کل پاکستان یک انقلاب برپا شد، این متعلق به افغانستان است؟ قطعا متعلق به افغانستان نیست و همین پاکستان است. داعش منظما صادر میکنه با کمک امریکا. این قابل نگرانی است. اگر مربوط افغانستان نیست آقای اوریامی، کشورها چرا افغانستان را شریک میسازند؟ با عرض میکنیم هر کشور میخواد مشکلات خود با دیگران. اتحادیه اروپا چی؟ با عرض میکنیم فقط اجازه بدین. نم ایران، ایران 8-9 ماه هستن که در اونجا مظاهرات و اعتراضات و جنبش های گسترده است، میلیونی، علیه حکومت خامنه‌ای و به خاطر سقوط خامنه‌ای گام بر می‌داره و هر ماه 100 نفر یا 500 نفر 200 نفر اعدام میشه. این متعلق با مربوط به افغانستان است. اونجا آذربایجانیا خودمختاری خود میخواد، بلوچ‌ها آزادی خود میخواد، کردها آزادی خود میخواد، خوزستانی ها آزادی خود هم میخواد. این علت از افغانستان است؟ نه، این مشکلات داخلی پاکستان هستند. ولی پاکستان درباره تحریک طالبان پاکستانی اظهارات ضد و نقیض یا هم بگویم پیوست مقام های ارشد پاکستانی اظهارات را داشتند. ما شاهد سفر مقام های ارشد امنیتی پاکستان به کابل هم بودیم. وزیر داخله پاکستان میگفت که 5000 تحریک عضو تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان پناه گرفته، از تجهیزات برخوردار هستند. حالا گفته که 2 ماه پیش امارت اسلامی به اینها گفته که ما از ساحات دیورند جنگجویان تی تی پی را دور میسازیم و به مناطق دیگر افغانستان میفرستیم. این چی معنا را اگر اجازه بفرمایید، افغانستان پروسه صلح را تعقیب کردن در بین از و به درخواست هر دو جانب مذاکرات بینشان فراهم کردن و خودشان نقش میانجی را بازی کردن. این به ضرر افغانستان بود. حیات حکومت پاکستان هم از پاکستان آمد و هیئت تی تی پی هم از پاکستان آمدن. هر دوش از پاکستان آمدن، در اینجا مذاکرات کردن و هر دوش پس رفتن پاکستان. خب این نقشی بود که به خاطر ثبات و صلح پاکستان بازی کردن. ولی به ضرر افغانستان تمام شد. نه، به ضررش نیست. در آن این میانجیگری انجام شد، اونا در مجامع بین المللی میرن در صحبت میکنه که افغانستان برای ما تهدید است. امیال اگر تی تی پی هم خوش بکنه، حکومت پاکستان هم خوش بکنه که حکومت افغانستان میانجیگری بکنه، باید حکومت افغانستان میانجیگری بکنه. ولی تی تی پی هم گفت که دیگر آتش بسی در کار نیست، می جنگه و سرکوب. خب کار اوناست. کار تی تی پی است و کار حکومت پاکستان است. هرچی که میکنه. اما میایم سر ایران. ایران مثلا سپاه پاسداران انقلاب گروه های تروریستی است پیش امریکا، در لیست سیای امریکا است، در لیست سیای کانادا است. اروپا هم سر از این کار میکنه. این خب مسئولیتش به دوش افغانستان نیست. این اولین کشور است که ارتش مکملش در لیست تروریست است. امریکا و کانادا او را به حزب تروریست میشناسند. وقتی نمی نگرانی ها مطرح میشه، امارت اسلامی با کدام گزینه باید قناعت بده؟ دو نوع نگرانی داریم. یک نگرانی کشورهای شرقی است و دیگر کشورهای غربی است. نگرانی کشورهای شرقی که داره و امون نگرانی را مردم افغانستان هم داره، حکومت افغانستان هم داره. کشورهای شرقی از تهدیدات که امریکا علیه افغانستان متوجه کرده و تهدیداتی که میخواه امریکا از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر انجام بده به شمول داعش، این تهدید و این نگرانی مشترک است. نگرانی را که روسیه مطرح میکنه آقای اوریا، وقتی میگه که امریکایی ها قصدن سلاح ها و تجهیزات پیشرفته را در افغانستان مان تا ای که تهدید باشه برای کشورهای منطقه، میگن این واقعی بنانه گفته شده و درست بوده؟ ببینید، ما باز صحبت وزیر خارجه روسیه را بر تکرار میکنیم. او میگه تمام گروه های تروریستی که در افغانستان فعالیت میکنه تحت حمایت امریکا قرار داره. پس در اینجا اجازه بدین، اینجا نگرانی مشترک است. مردم افغانستان هم نگران هستند از حضور داعش.
مداخلات امریکا و کشورهای همسایه و منطقه هم نگرانی دارند. پس اینجا نگرانی ما مشترک است. فکر میکنین بله؟ امریکا از اینجا رفته کشورهای همسایه این حرف ما نیست. این حرف ممکن نزدیک با امریکا نداشته باشه. این حرف وزیر خارجه ایران است، این حرف وزیر خارجه روسیه است، این حرف زمیر کابلوپ است و این حرف چینایی هاست. پس میم سری وضعیت افغانستان، وضعیتی که در افغانستان وجود داره با مو اندازه که یک ازبکستان نگران است، افغانستان هم نگران است. چی وضعیت ما داریم؟ فقر داریم، مهاجرت داریم و سرمایه گذاری داخلی صورت نمیگیره، سرمایه گذاری خارجی صورت میگیره، بیکاری هر روز افزایش میابه، فقر افزایش میابه. چرا؟ علتش چی است؟ کل ما نگران هستیم به خاطر که تحریم هاست، تحریم های ظالمانه و استعماری امریکاست. بانک های افغانستان را فلج کرده، تجارت افغانستان را فلج کرده و در پهلوی زید دارایی های افغانستان را منجمد کرده. از چنین یک وضعیت هم ما افغان های عادی نگران هستیم، هم حکومت افغانستان نگران است و هم کشورهای منطقه نگران است. باید به دنبال راهی بود که تقابل را کنار گذاشته شده و تعامل شکل بگیره که این مسائل نگران. راه حل چی هست؟ راه حل این است که امریکا تحریم ها را باید برداره. امریکا بگذاره بانک های افغانستان فعالیت بکنه، تجارت افغانستان فعال شوه، بگذاره امریکا در اینجا بیا سرمایه دارای داخلی و خارجی سرمایه گذاری بکنه، برای مردم افغانستان کار پیدا شوه و توسعه اقتصادی صورت بگیره. چیزی که اینا هم یک تعهد میسپاره که ما متحد هستیم به توسعه اقتصادی افغانستان، به ثبات افغانستان، به ترقی افغانستان و به میگن متحد هستیم در صورتی که خواست های که مطرح بوده عملی شوه. بس حکومت فراگیر مطرح میکنه مبارزه با هراس‌افکنی، بحث تأمین حقوق بانوان که مشترک است، این خواست با مخواستی که امریکایی ها داره. اجازه بتن آقای اوریا وقفه بگیریم، دوباره برمیگردیم. رفت و برگشت کوتاه. به ادامه محور خوش آمدین. آقای وحدت، میدانیم امارت اسلامی همواره این نگرانی ها در گذشته هم در این مدت نزدیک به دو سال وجود داشته، گفته افغانستان تهدیدی به هیچ کشوری نیست و از طرف هم گفته که اطمینان میتیم که از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید نخواهد شد، هیچ گروه حراس افغان هم وجود نداره، کمک هم از هیچ کشور نخواسته که ما با ما کمک بکنین تا با حراس افغانی مبارزه بکنیم. گفته توانایی برای مبارزه با داعش وجود داره و سرکوب هم شده. ولی بحثی است که چطور میشه کشورها را خاموش کرد که دیگر نام افغانستان در کنار تروریسم و حراس افغانی نباشه، این کشورها دیگر در نشست ها بحث از حراس افغانی نکنه. اینجا نیازمند چیست؟ حکومت سرپرست چی باید بکنه؟ تصوری نن چی په منطقی که در هر وغیری سینی چیسته افغانی، ایرانی، تاجیکستانی، قرقیزستانی، پاکستانی، هندوستانی، بنگلادشی پشتن از اینوی که در خپل حکومت و پزاپ و مشکلات بینی پویجوی در بعضی نجدی هم سایگان چی شکایت که چی از موج وضعیت در افغانستان لعمل خراب شوی دی. اول خوزه در پاکستان تا وایم در پاکستان خپل اداره بی کپایت ده، اداره نیسی قول خدمات ارزه که بینان خلق را پورته کیش خپل حقوق صد توپک با وسیله صد مدنی حرکتو با وسیله بندی اخی ده. یو طرف بل طرف در بلوچانو مسئله در پاکستان که تاسی بلار سی در بلوچستان پا مناطق که او گوری یو سرک صحیح نسته، یو مکتب نسته، یو پانتون نسته، یو صحیح کلینیک نسته، حتی دا غوت د انسان په سترګه نه ګوري، نو څنګه به بلوچستان نه راولاړېږي د پاکستان د حکومت په مقابل کې؟ ګوري که منطقي غواړو باز سره وکړو، باید قناعت سره وکړو. زه وایم چې یو بین المللي ګفتمان جوړ شي د کشورونو سره، یو غټ کانفرانس جوړ شي، د هر یو ته دغه د مشکلاتو دغه ورپر نشه کړو. کی باید همین کار وکړي؟ بس سوال ما همی است که اول دې شته حکومت د افغانستان پیلي حکومت دا درخواست د نړیوالو څخه وکړي که نړیوال زمینه نه ورته برابروي، خپله دی کوشش وکړي که دغونه بودیجه لري او دغونه د حرکت کولی شي. اینجاست که امی کشورها در کفش خودشان ریک نیست، امی کشورهایی که نگرانی میکنه حراس افغانی. ما ته غوږ ونیسئ، زه دا خبره تکمیل کړم. د ټي ټي پي مسله ده، دې اشکال دو پاکستانیانو پنجابیانو پلکاو پښتانه مړه کړه، د کورونو سینه وباسل، در به در یې کړه، نو څنګه به پښتانه نه راولړېږي؟ ټي ټي پي به نه جوړي او د پاکستان د دې ظالم او بې انصاف حکومت په مقابل کې نه جنګېږي. ګوري که غواړي مشکل برسیره کې، نو د عمران خان د تظاهراتو مثلا په افغانستان پورې اړه لري، د ده د سکوت اقتصادي مثلا په افغانستان پورې اړه لري، د
خدای وری تو ګوري ګوري موږ وایو چې په افغانستان کې مشکلاتونه سته، موږ خپل ټوله ځینې نگران یو او ټوله ځینې متاثر یو، په حکومت کې هم څه ستونزې سته، په ملي سطحه باندې هم څه مشکلات سته، زه نه وایم داسې، اما دا بعضې کشورونه دي خپل ګریوان ته وګوري ګوري غلطې پالیسیانې د دوی په درد نه خوري. پاکستان 15 اویا کاله کېږي چې خپل ولس ځوروي، خپل ولس سرکوبه کوي. پاکستان نظام یو مذهبي نظام دی. پاکستان که دغه نه دغه نظام چپاسی بیا پاکستان وجود نه لري. پاکستان ټوک ټوک کیږي، اما په افغانستان کې په دا سلو کال کې بار بار نظام سکوت سوی دی. نظام سکوت کوي اما وطن سکوت نه کوي. پاکستان کې نظام سکوت وکړي ټول وطن یې سکوت کوي. ګوري و دې ته باید موږ وګورو، اما دا بعضې مسایلو تر شا لوی اهداف دي. پوج غواړي، بار بار مې ولیدي، او د اسلامي امارات حاکمانو مشرانو تاسې هم متوجه اوسئ، تاسې غواړي قرباني کړي دا خلک، لکه څنګه چې پرویز مشرف په خپل ملکی حکومت باندې کودتا وکړه، دی رالی امریکایان ته لاره جوړه کړه، افغانستان ولس یې قرباني کړي، پر تاسې باندې تجاوزګران اشغالګران راویستل، نن هم دغه منیر یې دغسې هدف لري، بله لاره نه سده د راپورته. ګوري دوی بیا غواړي چې ور د نړیوالو پښه دلته راکش کړي، افغانان بد ورته معرفي کړي. دغه پاکستان که کوشش وکړي دا زموږ د څو مختلفو جهتونو تر مابینځ د گفتمان حمایت واقعا زمینگیر نکرده. نگرانی های امنیتی بوده. پاکستان را که این اظهارات را مطرح میکنه و به دنبال پروژه جدید است پاکستانی ها با این اظهارات چیزو تا پدی پویش چې دغه ټولو نیوز د دفتر سینووز په دغه وزیر اکبر خان پر سړک باندې د یو پوډری سین لا پښتنه وکړه، پاکستان په ځاب باندې پویش. ګوري خبره داده چې زه ته پوهېږو د دې وطن هر وګړی پوهېږي، آیا نړیوال نه په پوهېږي، دا دومره متخصصین نه په پوهېږي. ګورې ولې آقای وحدت، اگر بیایم سر که امارت اسلامی چطور میشه نمی کشورها را قناعتشان را فراهم بکنه، دیگر در نشست ها خواست های متعدد مطرح نشوه، تعامل شکل بگیره، از خاک افغانستان نگرانی نداشته باشه، این مسائل چطور ممکن است؟ اسلامی امارت لازمه ده چې هر کشور یو ادعا وکړه، لازمه نه ده چې ته د امارات سخنګو کښېنه تلویزیون ته چې جواب متقابل ورکړي، لازمه ده چې دغه متکي صاحب ورته کښېنه چې وروره ستا دغه مشکل دی، ستا په کشور کې دغه، ستا په پلانکي منطقې ایالات کې چې خلک پر تا را پورته شوي، تا دغه کمۍ قاسۍ درلودلي، دغه مشکلاتونه دي درلودلي، بناً دا ستا خپل مشکلات دی. او اسلامي امارات ته هم وایم د دوو کشورو سینې زده کړي. ګورې د دوو کشورو سینې څو کاله کېږي نظامونه ولاړ دي، خلک پر راپورته نسته، واجه چی شده بی انصافی ده. په حکومت کې ونډه نسته، پراګیر مسله نسته، د تعلیمي نصاب په بابت کې ټول منطقو کې تعلیم نه دی ور مخته سوی، بنان داسې بیا خلک پسې راپورته کیږي او د دې سینې تجربه واخلي. برمیګردم آقای رضوانی، نشست مشترک اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی همطوری که میدانین و میدانیم دیروز امروز در قزاقستان برگزار شد، مثل هر نشست دیگر اعلامیه دادن، نگرانی هایشان را مطرح کردند و برخواستن و رفتن. چیزی هم ممکن تغییر بکنه یا نکنه، ولی ما نشست های متعدد را داشتیم، خواست ها مشترک است، خواست ها و نگرانی ها تکراری است در نشست های متعدد جهانی و منطقه درباره افغانستان همین خواست ها مطرح بوده. فکر میکنین که اینها با این همه مصارف و با این برگزاری یک چنین نشست ها به دنبال چی هستند، در حالی که امارت اسلامی بسیار مشخص پاسخ میده که به امور داخلی افغانستان مداخله نکنین و درباره نگرانی های امنیتی میگه که خاک افغانستان به کسی تهدیدی نیست؟ دو نکته را باید در نظر بگیریم. یکی این که نشست هایی که به این شکل در صورت میگیره و همطور که شما گفتین این نشست ها نشست های مکرر هست، در جاهای مختلفی از دنیا برگزار میشه، از اطراف افغانستان و همسایه افغانستان بگیر تا نیویورک و شورای امنیت سازمان ملل و جاهای دیگر. تکراری این همه درخواست ها نشان دهنده یک مسئله است که بالاخره یک مشکلی در افغانستان وجود داره و اون مشکل باید از راهی باید حل شود. بعد مشکل مسئله ای است که اون راه حل چی است. بله. ببینید یک مسئله این است که ما همطور که پیشتر هم خدمت شما عرض کردم، در افغانستان و حکومت فعلی افغانستان فقط به یک چیز اصرار داره و او این که همه گزارش ها و همه درخواست ها و همه تقاضاهایی را که از سطح جهانی میشه همه را رد میکنه و قبول نمیکنه، همه گزارش ها را ساختگی میدانه و اینا را مغرضانه میدانه. این یک بحثی که به نظر من با این شیوه رفتاری به هیچ عنوان نمیشه این قضیه را حل کرد. یک مسئله مهمه. مسئله دیگر که در قسمت مهمه این است که بالاخره اگر حکومت فعلی افغانستان همونطوری که گاهن گفته میشه از طریق آقای متقی گفته شده و کسای دیگه هم گفتن که من خیلی از مسائل از دنیا سوال میکنم و برای من جواب ندارن. ببینید
دولت فعلی افغانستان راه تعاملش را با دنیا بسته کرده. بالاخره کشورهایی که در دنیا هست و اونا قرار است با افغانستان صحبت بکنه، قرار است با افغانستان گپ بزنه، قرار است مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی افغانستان حل شود، در صورت این امکان پذیر است که دولت در افغانستان رسمیت داشته باشد و مشروعیت داشته باشد. ولی آقای رضوانی، خواستها بسیار مشخص است. همونطور که شما هم گفتین، در هر نشستی که چه کشورهای غربی بوده، چه کشورهای شرقی، چه کشورهای اروپایی و کشورهای اسلامی، خواستهایشان تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان، بعضی آموزش و کار زنان است، تشکیل دولت فراگیر است. مگر اگر این خواستها در افغانستان عملی شود، حکومت به رسمیت شناخته میشه، امارات اسلامی نمیخواست را مداخله در امور داخل افغانستان میدانه و میگه که ما در داخل افغانستان این مشکل را حل میکنیم. ببینید، یک چیز بسیار روشن براتون بگیم. مسئله آپارتاید جنسیتی یک مسئله کاملا حقوق بشری هست و کاملا مخالف منشور ملل متحد و سازمان ملل متحد هست. بنابراین به هیچ عنوان یک مسئله داخلی نیست، یک مسئله بین المللی هست و سازمان ملل بر اساس وظیفه‌ای که برشان تعریف شده و دنیا بر اساس وظیفه‌ای که برشان تعریف کرده حق داره در این قضیه اظهار نظر کنه و تقاضاشان تقاضای کاملا درست و صحیح و منطقی است. از طرفی هم شما ببینید وقتی یک کشور نصف از جامعه خودش را نادیده میگیره و به هیچ عنوان بهش ارزش و بها قائل نیست، پس بنابراین چگونه میتوان گفت این نادیده گرفتن مگر آقای رضوانی، مگه این نادیده گرفتن که تعریف میشه از دید کشورهاست نه از دید افغانستان؟ امارت اسلامی میگه مطابق شریعت حقوق زنان تأمین است. یا شما ببینید، هیچ در این جهان تنها افغانستان یک کشور اسلامی نیست. در افغانستان اطرافیانش که در اطراف افغانستان از پاکستان و ایران بگیر تا تاجیکستان و ازبکستان تا کشورهای عضو کنفرانس های اسلامی که بارها از آدرسی دین، از آدرس اسلام، از آدرس مذهب، از طالبان خواستن که این مسائل حقوق زنها را و حقوق کار را، حقوق آموزش را، حقوق مشارکت در مسائل اجتماعی را از منظر دیدگاه اسلامی، از نظر آموزه های دینی اجازه بدین، از نظر آموزه های دینی این هیچ گونه مانع نداره. حتی در درون حکومت افغانستان در بین خود طالبان کسانی هستند که به صراحت میگه این گونه هیچ گونه توجیه دینی نداره. پس بنابراین ما نمیتوانیم بگیم که این مسئله یک مسئله دینی یا مسئله مذهبی یا مسئله داخلی است. از منظر مذهب همین قضیه، از نظر دین همین قضیه پذیرفتنی نیست، از نظر مسائل حقوق بشری و جهانی هم پذیرفتنی نیست. یک اجازه بدین یک مسئله دیگر رو اشاره کنم. ببینید شما، بحث تروریسم پیش آمد. ببینید امروز افغانستان پیچیدگی‌های عجیب غریب داره. همه آمریکایی که فعلا متهم میشه که داعش را در افغانستان تقویت میکنه، که البته از نظر من به عنوان یک شهروند فعالیت های امریکا در افغانستان شبه انگیز، مسئله انگیز، خروجش مسئله انگیز بود و حالا حضورش هم مسئله انگیز است. همه آمریکایی ها در ماه 200 میلیون دلار در همه افغانستان به صورت نقده به حکومت فعلی طالبان کمک میکنن. این کمک را مگه کمک های بشری است نه برای حکومت؟ شما خبر دارین که فعلا بحث 8 میلیارد دلار فعلا در کنگره آمریکا مطرح است که این به صورت مخفیانه به افغانستان کمک شده که هیچ کس ازش خبر نداره و کجا داده شده و به کی داده شده. اینا همه مسائل است که مسئله رو اونقدر پیچیده میکنه که مسائل بسیار جدی‌تر از قضایی است که بسیار تشکر میکنم. اجازه بدین به شما برمیگردم. آقای اوریا، بسیار ممکن این سوال در ذهن همه بیننده ها باشه، کسانی که میبینن برنامه را، که در شرایط فعلی از میان این همه کشور کی دوست افغانستان است؟ آیا می کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا که نشست برگزار کردن، اینها را میشه دوست افغانستان دانست؟ اینها میگه ما به دنبال صلح و ثبات در افغانستان هستیم، وابسته از صلح و ثبات در افغانستان به تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان، و حتی رئیس جمهوری قرقیزستان میگه که مطابق شریعت اسلامی باید آموزش کار زنان حل شود و تشکیل دولت فراگیر. اجازه است نقش اروپا را در کشورهای آسیای مرکزی باید در دو مرحله تقسیم کرد. مرحله اولش از سقوط شوروی تا به جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا دومین و بزرگترین بازیگر آسیای مرکزی بوده و در پهلویش یک استراتژی را تعقیب می‌کرد.
یک استراتژی اساسی را چطور میتونه در بدل نفت و گازی که از روسیه میخره بدیل برش بسازه و نفت و گازی از آسیای مرکزی را به اروپا صادر بکنه. این استراتژیش بود تا زمان جنگ اوکراین. اما جنگ اوکراین همه چیز وارونه ساختن، با ای که ای بدیل نتانستن اتحادیه اروپا به دست بیاره، برعکس گاز، نفت و گاز و زغال و گپای را که از روسیه میخرید اونا هم سرشان متوقف شدن. حال استراتژیش ای هست که از یک طرف تلاش میکنن نقش روسیه را در آسیای مرکزی تضعیف بکنه، دو نقش چین در آسیای مرکزی تضعیف بکنه و اگر ممکن باشه باز هم نفت و گاز آسیای مرکزی را از طریق آذربایجان وارد اروپا بسازه. مگر شرایط کنونی به نفع اروپا دیگه نیست، به خاطر که هم روسیه و هم کشورهای آسیای مرکزی تصمیم دارد که امو عنصر اساسی و استراتژیک خود که نفت و گاز از او را در شرق به پروش برسانه. درست. هم بالای چین و هم بالای جنوب شرق آسیا. وقتی میگیم جنوب شرق آسیا، دروازش افغانستان است. از طریق افغانستان باید این چیزا را روسیه و آسیای مرکزی وارد بکنه با درست. جنوب آسیا به دنبال صلح ثبات هستند در افغانستان. اجازه بدید یک لحظه اجازه بدید. پس به خاطر که روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی به همین هدف خود رسیده باشه که از طریق افغانستان باید بره با جهان وصل شوه، اینا افغانستان با ثبات میخواه. اما اروپا چی میخواد؟ با هیچ شکل اجازه نمیده که دروازه های افغانستان بروش باز شوه. میخواد که کشورهای آسیای مرکز محصور باشه در خشکه و چین و روسیه در اونجا نفوذی نداشته باشه و میدان خالی باشه به اتحادیه اروپا، که اروپا این موقعیت و چانس های طلایی را از دست داده. پس این دو دیدگاه وجود داره، دو نگرانی وجود داره. نگرانی نخست کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و چین هست که اینا حراس داره که تحریم های امریکا و انواع تحریم های امریکا و فشار های امریکا و گروه های تروریستی که امریکا صادر میکنن نه که وضع افغانستان بی ثبات بسازه. یک. دوم، نگرانی دوم که نباید افغانستان با ثبات شوه. این نگرانی اروپا و امریکاست. اگر با ثبات شوه باعث رشد و توسعه اقتصادی آسیا مرکزی و جنوب آسیا میشه. پس ما با دو نگرانی، دو خواست متفاوت، دو استراتژی متضاد قرار داریم که منافع ملی ما در انطباق با نگرانی های کشورهای آسیا مرکزی، روسیه و چین تا حد زیادی قرار داره. ولی آقای اوریا، همونطوری که شما گفتن بس امریکا، همونطوری که آقای رضوانی گفت که یک سیاست گنگره بازی میکنه که هم تحریم است و هم تبانی، ولی به هر حال اگر کشورهای آسیای مرکزی به گفته شما به دنبال تأمین صلح و ثبات در افغانستان باشه و صلح و ثبات در افغانستان را به نفع خودشان بدانه، همینها هم و کشورهای دیگری که نمیخواد صلح و ثبات در افغانستان تامین شود، همه اینها میگه که افغانستان زمانی به صلح و ثبات پایدار میرسه و زمانی با کشورها تعامل رسمی داشت که دولت فراگیر تشکیل بدن و حقوق بشر را تأمین بکنن. این را باید امارات صحبه بکنن. یک مشکل اساسی که بین کشورهای آسیای مرکزی و اروپا در طول 34 سال گذشته وجود داشت، او ارزش‌های اتحادیه اروپا یعنی حقوق بشر بوده. اروپا همیشه تلاش کرده که امی ارزش‌های خود در آسیای مرکزی نهادینه بکنه. چی از ارزش‌ها؟ ارزش ها جامعه مدنی و آزادی بیان و نه به عنوان یک ارزش اجازه بشر ارزش به همه کشورهای عضو سازمان ملل برای شما اجازه بدید یک لحظه و اقتصاد بازار آزاد و ده ها موارد دیگری که تا به اکنون نه اروپا به این قادر شده که ارزش های خود نهادی نبکنه و نه کشورهای آسیای مرکزی این ارزش های اتحادیه اروپا را داوطلبانه پذیرفته. بله. پس این اساسی ترین مشکلی است بین آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا، آسیای مرکزی و امریکا سر ارزش های غربی. پس آسیای مرکزی برای خود ارزش ها داره، افغانستان برای خود ارزش ها داره، روسیه، چین، ایران، هر کس برای خود، هر کشور برای خود ارزش ها داره. ولی در این نشست میشه مطابق ارزش های اسلامی و ارزش های دینی در افغانستان سر حکومت فراگیر تأمین شود. حکومت فراگیر هیچ کشور تعریفی از حکومت فراگیر نداره، هیچ بلاک تعریفی از حکومت فراگیر نداره. ما افغان ها حلقمند هستیم که تحریم ها رفع شود، افغانستان در شرایط نرمال قرار بگیرد،
حکومت سرپرست بتانه وظایف خود در شرایط نرمال، در شرایطی که اونجا تحریم دیگه وجود نداشته باشه، در شرایطی که اونجا سرمایه گذاری داخلی و خارجی صورت بگیره، بره به طرف قانون اساسی، قانون اساسی خود بسازه، یک دقیقه اجازه بده و بره بر بنیاد قانون اساسی و حکومت و دولت آینده خود بسازه. این مسیر افغانی هست، این راه افغانی هست و افغانا در نتیجه سرنوشت خود با دست خود تعیین کرده و تعیین میکنه. بسیار تشکر. ممنون آقای وحدت. این باور وجود داره که افغانستان بدون رابطه با کشورها نمیتونه به صلح و ثبات برسه، نمیتونه به رفاه اقتصادی برسه و نمیتونه که به موفقیت هایی که به دنبالش است دست پیدا بکنه. ولی نقش داره به اینکه کشورها باید وارد تعامل شود با امارت اسلامی. کشورها میگه حکومت فراگیر شکل بده، حکومت سرپرست میگه حکومت فراگیر است. آقای مولوی عبدالکبیر سرپرست نخست وزیر امارت اسلامی، رئیس الوزراء میگه که جایی برای چهره های بدنام گذشته هم در حکومت نیست، حکومت هم فراگیر است. با این دو دیدگاه متفاوت که در نزدیک به دو سال به یک نتیجه و به یک رای میانه نرسیده، کدام طرف میره افغانستان؟ گریست است در سوال پر جواب که اول بخش از مون روایت نیاز لری چی دام سایگان و سره شاری کولرو د دنیا سره ولرو، حتی اروپایانو سره افریقایانو سره، دا از موږ د وطن په خیر کې دی، خو چې ملی منافع پکې وساتل سي. ګوري بعضی کشورونه یعنی هیڅ هغه رهبری سطح هیڅ نه غواړي د خپل همسایه هیواد سره مثلا روابط ولري، اما د ملت د منافع پر اساس باندې سر کښته کیږي، په دې خاطر باندې چې ملت یې وژوي پاته نه سي، ناکامه نه سي او د سیاله سره سیال وسي. نو نیاز دی که غواړي یو آباد پیشرفته امن افغانستان ولري او یو سرپراز افغانستان ولري، لازمه ده د ټولو نړۍ سره د ټولو قطبو سره ښه اړیکې ولري. او دوه مسله تأمین یک رابطه. بله بله، دوه مسله د ثبات مسله. ګوري دلته په افغانستان کې صحیح ده چې جنگ نسته، اما د جنگ نبود په معنا د امنیت نه ده. ګوري امنیت څه شته وایي چې په هغې ټولنې کې ټول اقشار، ټول مذاهب، ټول کشرونه، ټول جنسیتي کشرونه د مساوي حقوقو څخه برخوردار وي، هغه وخت موږ یو پایداره سولې ورته ویلی سی. ګوري دا بعضی دغه چې ګوري اوس پاکستان کې ولې مشکل دی، ځکه چې اکثریت حکومت د خاص قوم په لاس کې دی، نه ولې خلک راپورته کېږي؟ ګوري مهار کېږي هم نه، یعنی داسې برخلیک سره موږ هم مخامخ کېږو. لازمه ده ګوري څلور پنځه نفره یا اووه نفره یا اته نفره، هغه خو ټول افغانستان نه، افغانستان څلوېښت میلیونه وګړي لري. تاسې د اته نفره ځینې لرې کوي، نه دېرش میلیونه و نه لک و څو نوي زره او څو سوه نفره دي. آیا دا ټول د هغو په ګناه نیسو؟ مه کوي، انصاف وکړي. دا ورځې هم تېرېږي، دا واک هم تېرېږي، سل کاله بعد یو بلا ژوندی نه وي، ټول د الله و پاک و طرف ته ځو. خپل وړونه باید خپل په غېږ کې ونیسي. ګوري بې هغو رهبرانو په زرهاو نور قدرونه په دې وطن کې لرو، دا باید راکش کړو، د دو سینې باید رهبر جوړ کړو، ودو ته باید کوشش وسي. ګوري که نن اقتصادي وضعیه ضعیفه ده، اقتصاد ورته برابر کړه، ګوري چې څنګه سیاست درته کوي. ګوري دلته بعضې وخت د ژورو پر مسایلو باندې، پر نورو مسایلو باندې، پر مذاهبو باندې باید سلیقوي کارونه خلک وایي چې کېږي نه، چې ایران ته ځو د دې اخوندانو سره داسې ښه سلام علیکم، یا چې کله پاکستان ته ځو د دې ژرخریلي بلاول بوټو سره داسې ښه سلام علیکم، اما خپل په وطن کې خپل د ورور خپل د وطندار ژرخریلي سره بیا وایي چې پرسونه ته نه یې برابر. ګوري نن تقوا د ژرې د لنګوټې د دې پر اساس نه ده، تقوا د پرهیزګاري پر اساس ده. هیڅ څوک د هیڅ چا د زړه سینې خبر نه دی چې څوک پاک دی، یوازې په دې علم باندې پروردګار حاکمه دی او آګاه دی. وحدت اگر اجازه بدین سوال بپرسم، وقت ما کم است، با شما جنبندی را آغاز بکنیم بس را، که باید تعامل شکل بگیره و این میتونه افغانستان را ببره به سوی ثبات. تأمین خواستهای کشورهایی که مطرح است، ما یک اشتراک قوی در بین همه کشورها میبینیم، میگه حکومت فراگیر تشکیل بدین، برخلاف آنچه امارت اسلامی میگه حکومت فراگیر است. ګوري بدبختانه یوه مسله په دغه ابتدا کې داسې سو چې موږ دا بعضې در نړیوالو غوښتنې، ګرچې د افغانانو بعضې غوښتنې هم دي، دا مو
پر اساسیت باندې موارد ولی اوس که افغانستان د افغانستان ولسم دا خبرې کی وایده د پلانکی په خبره باندې کی دای د تاجکستان په خبره باندې کی دای د ازبکستان د امریکایانو په خبره باندې او فرنګي حکومت چې زورت فکر وکم ډیر ښه نظر دی د مخه تر دې چې د امریکایانو د اروپایانو د همسایګانو نظر دی د افغانانو نظر دی صحیح دی ګوري د تعلیم مسله ده د مخه تر دې چې د همسایګانو نظر یې غوښتنه یې خیر چاته رسی تاسو د تعلیم پریږدئ خیر چاته څوک ریپاته زی افغانستان آیا د افغانستان کې څومره تعلیم ډیر سی او مختلف ولایتو کریجات ته تعلیم ورسی او ډیر امکانات ورته برابر چې تعلیم یافته کشر حمایت آیا پایده تاجکستان ته رسی که ازبکستان ته افغانستان ته رسی ګوري دا بعضی مسائل باید تبکیک کو ستاسو نه ډیر بخښنه غواړم دې شتنیم ما ته وخت راکی د نړیوالو بعضی غوښتنې د دې تر مخه چې نړیوال دا بیان کی افغانانو بیان کړی وي دا بعضی شرعی اسلامی انسانی افغانیزم حقوق دی پر اساسیت باندې نه باید واړو چې هر څوک وایي ودي وایي نن زه خپل وطن آبادی غړم زما وطن نن په دغو باندې راګرځي تر هر چا ماته ګټه رارسي بنان لازمه ده چې زه په خپل بسیار تشکر میکنم. ممنون شما آقای رضوانی. بدون پذیرش آنچه خواست ها مطرح است به عنوان تشکیل دولت فراگیر تأمین حقوق به عنوان یک ارزش برای کشورها فکر میکنین تعامل شکل بگیره و اگر شکل نگیره میتونیم بریم به سوی ثبات؟ بسیار واضح بگیم نه خیر به هیچ عنوان ثبات شکل نمیگیره. یک اجازه بدید من یک دو تا مسئله را یک کمی حکومت فراگیر را که دوستای ما هم اشاره کردن که متاسفانه یک تعریف روشن از حکومت فراگیر نیست من میخوایم بگیم که حکومت فراگیر خیلی واضح و روشن است. بله. حکومت فراگیر دو تا عنصر بسیار فعال بسیار روشن داره. ببینید من فکر میکنم این که گفته میشه در حکومت فراگیر چهره هایی که بدنام بوده در حکومت گذشته بوده اینا جایی نداره و هر صورت به هیچ عنوان هیچ کسی فکر نمیکنم از حکومت فراگیر چون این تعریفی داشته باشد و این تعریف غلطه. در حکومت فراگیر دو تا عنصر وجود داره. عنصر اول حضور همه اقوام و همه جناهای سیاسی در سیاست گذاری است. ببینید وقتی ما یک حکومت داریم در این حکومت اول سیاست گذاری میشه و برنامه ریزی میشه و یک کار به شکل یک برنامه در اختیار دولت قرار میگیره و دولت بعد میاره اجرا میکنه. درست. حکومت فراگیر حضور در این دو تا عنصر است، یک حضور در سیاست گذاری و یک حضور فعال و مؤثر در بخش اجرایی است. یعنی اگر این دو تا را ما نداشته باشیم، ما مامور داشته باشیم، ما عسکر داشته باشیم، ما یک مثلا فرض کن مامور یک دولت پایین رتبه داشته باشیم ولو هم تعداد زیاد باشد و هیچ عنوان به هیچ عنوان این حکومت فراگیر تعریف نمیشه. ببینید شما در دستورالعملی که تازگی ها در کمیسیون دعوت به شخصیت ها بیرون آمده حتما شما هم داشتین در یکی از ماده های این منشور و دستورالعمل گفته شده که هر کسی که در افغانستان میآید در بعد خلاصه وارد افغانستان میشه اولین شرطش این است که تبعیت مطلق و عام و تام و بدون هیچ گونه انتقاد و اعتراض از حکومت فعلی داشته باشد. آیا این به معنای یک ایجاد یک حکومت فراگیر ملی است؟ بسیار من میخوام یک چیز دیگر هم بگم که دوست دیگه ما بسیار وقت ما خیلی کم از کوتاه اگر اشاره بکنین آقای رضوانی کوتاه اشاره میکنم دوست دیگه من بسیار خوب اشاره کرد زمان میتونه یک حکومت و یک جامعه به ثبات برسه که ما در اونجا حقوق جنسیتی، حقوق قومی و حقوق مذهبی را کاملا مراعات بکنیم و همه کسانی که در یک واحد جغرافیایی زندگی میکنه احساس کنه که از این حقوق برخوردار است. پس بنابراین تا اینا رو نداشته باشیم ما نباید از ثبات حرف بزنیم. تشکر میکنم. ممنون شما آقای اوریا. مهم است این موضوع بحث حکومت فراگیر و طرف هم زنان هم نیستن. آقای رضوانی به اشاره کرد که در سیاست گذاری حضور نداره دیگه جریان ها. تشکر. خوب از تعریف جناب عالی را هم شنیدیم. خوب تعریف شخصیش است اما ما در 20 سال جمهوریت همینجا بودیم. انواع حکومت های فراگیر و همشمول و وسیل بنیاد اینجا ساخته شد. بله. و وزارت ها و ریاست ها و ولایت ها بنام قوم، بنام دین، بنام مذهب تقسیم شدن تا 1% تا 0.5%. اما نتیجهش هم برای افغانستان دیدیم، هم برای امریکا دیدیم که وحشت بوده. بعدن شعارهای حکومت‌های فراگیر و همشمول به سبکای جمهوریت و به سبکای امریکا
این جزء از تاریخ درست. شده میگن حکومت درست پیش عرض بکنیم آینده افغانستان به دست خود افغان ساخته میشه قانونی اساسی ساخته میشه و بر بنیاد قانونی اساسی سرنوشت کشور رقم زده میشه و ساختن قانون اساسی هم وظیفه حکومت آقای اوریا آقای وحدت و آقای رضوانی از حضور عرصه مهمانی گرامی و از شما بیننده ها که بیننده محور بودین همینجا رسیدیم به پایان برنامه شب بخیر